پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فاطمه منی و انا من فاطمه، فاطمه از من است، دختر پیغمبر اسلام است، من از فاطمه هستم، بقاء دین من، بقاء نام من، بقاء اسلام متوقف بر حضرت زهرا است. خدا نسبت به پیغمبر اسلام اراده فرموده که دین بمانه. دین بمانه نگهدارنده میخواد. ولولا فاطمه لما خلقتكما. این لولا چرا تا حضرت زهرا توقف کرد؟ مال اینه اگه علی و فاطمه نبودن، نه امام حسن بودن، نه امام حسین بودن، نه ائمه اطهار بودن، نه امام زمان بودن. اونا همش فرع علی و فاطمه هستن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فأطلعت أم سلمة رأسها من بابها وقالت ألمثل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يقال هذا وهي الحوراء بين الإنس والأنس للنفس ربيت في حجور الأنبياء وتداولتها أيدي الملائكة ونمت في حجور الطاهرات ونشأت خير منشأ وربيت خير مربى أتزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم عليها ميراثه ولم يعلمها وقد قال الله له وأنذر عشيرتك الأقربين أفأنذرها وجاءت تطلبه وهي خيرة النسوان وأم صادة الشبان وعديلة مريم ابنة عمران وحليلة ليث الأقران همت بأبيها رسالات ربه فوالله لقد كان يشفق عليها من الحر والقر فيوسدها يمينه ويلحفها بشماله رويدا فرسول الله صلى الله عليه وآله بمرأى لغيكم وعلى الله تردون فواها لكم وسوف تعلمون. راوی گوید آنگاه ام سلمه سر خود را از حجرهش بیرون آورد و گفت آیا به مثل فاطمه ای که دختر رسول خداست این حرف ها زده می شود؟ در صورتی که او حوریه ای بین انسان ها و انس برای نفس پیامبر است، در آغوش پیامبران تربیت یافته و نزد ملائکه دست به دست گردیده و در دامان زنان پاک رشد نموده و به بهترین وجهی در وجود آمده و به نیکوترین صورت تربیت شده است، آیا گمان می کنید پیامبر میراثش را بر او حرام نموده و او را از این مسئله آگاه ننموده است؟ با اینکه خداوند به او فرموده و خانواده نزدیک خود را از مخالفت احکام الهی بترسان، آیا می شود پیامبر به فاطمه این مسئله را فرموده باشد ولی او مطالبه ارث نماید؟ و حال آنکه او بهترین زنان و مادر سرآمد جوانان و همتای مریم دختر عمران و همسر شیر شجاعان است، فاطمه ای که با پدرش رسالت‌های پروردگار پایان یافت،
قسم به خدا پیامبر نسبت به او در گرما و سرما دلسوزی می کرد و دست راست خود را زیر سر او می نهاد و رو انداز او را دست چپش قرار می داد. عجله نکنید که پیامبر ناظر گمراهی شماست و بر خدا وارد می شوید. وای بر شما و به زودی خواهید دانست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. با عرض سلام و احترام، خطبه دوم حضرت زهرا سلام الله علیها در جمع زنان مهاجر و انصار رسید به اینجا که اگر ایمان و تقوا در جامعه احیا میشد و برپا میشد، اگر مردم ایمان حقیقی به قانونهای خدا، به آیات ارث و همه قرآن، اگر ایمان حقیقی به وصیت‌های پیغمبر قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، اگر اینها پیاده میشد، اگر ایمان و تصدیق حقیقی به وصی پیغمبر و جانشین شایسته پیغمبر اگر تصدیق میشد، اینها رو مردم باور میکردن، برکات برای اونها فراوان میشد. و فتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون. نتیجه تکذیب و عدم تصدیق، گرفتار شدن در تیه ضلالت و گرفتار شدن به گردنه های خطا و دره های سقوط و انحراف و گمراهی بود. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدن به این فراز از خطبه دوم در جمع زنان مهاجر و انصار. الا هلم فاسمع، بیا و بشنو. هر چه زنده بمانی روزگار عجایب بیشتری نشان تو خواهد داد. ای شنونده، اگر در شگفتی پس گفتار ایشان عجیب تر است. کاش می دانستم به چه پایه و استوانه ای تکیه کرده اند، بر چه ریسمانی چنگ زده اند. الا ایه سنادن استندو و الا ایه عمادن اعتمدو. اونایی که علی را رها کردن به چه پناهنده شده؟ اونهایی که درخت هدایت رو رها کردن به چه خاشاکی دست یازیدن و تمسک کردن؟ و به ای عروتن تمسکو، به کدام دستگیری دست یازیدن و تمسک کردن؟ اونایی که امیرالمومنین رو رها کردن به چه کسی پناهنده شدن؟ لبئس المولا و لبئس العشیر، بد سرپرست و بد معاشریست. و بئس للظالمین بدلا، بد است برای ظالمان جایگزین. این آیات قرآن. استبدلوا والله الذنابا بالقوادم، اونا آمدن دنبال روها را بر پیشاهنگان مقدم کردن، دم را گرفتند و سر را رها کردند، پسماندگان را بر سروران بدل گرفتند. پس خار و شکسته بادان گروه که پندارند کار نیک انجام میدهند، در حالی که فسادانگیزند و خود نمی دانند. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اونقدر مست قدرتند که نمی فهمند زیر پا گذاشتن وصیت‌های پیغمبر و این انحراف سترگ و عظیم چه جنایت‌ها و خیانت‌هایی رو در پی خواهد داشت و این بنیان ظلم به کجاها خواهد کشید. ویحهم افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. در سوره یونس آیه 35، آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند و هدایت می کند سزاوارتر است که مورد پیروی قرار بگیره، یا کسی که راه را نمی نماید مگر اینکه بهش بگن حالیش کنن هدایتش کنن؟ کسی که در قضاوت می ماند پناهنده به علی می شود، لولا علی لهلک عمر، بارها و بارها ده ها بار می گوید. شما را چه شده است و چگونه داوری می کنید؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سعد از دری افتاد زمین مادری، ای یاری او الاجل یبن الحسن الاسکری.